خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. به آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. السلام علیکم دوستان، هموطنان، مهاجران عزیز. من شهرت قدرتوف، حقوقشناس مرکز تاجیکان میباشم. با شما یک چند پیام دارم و میخواهم پیام خود را به شما برسانم. اول میخواهم بگویم که بعد از یک چند مدتی که ما در تنفس بودیم و با شما هم صحبت نبودیم، این سبب آن دستگیر شدن یکی ایزد امان بود که در روزای اول ما را در حیرت و یک حالت شوکی بودیم. اولین مینداری خود را به شما و از تیمی مرکز تاجیکان به شما عزیزان شهر مهاجران میرسانم که شما در قضیه یکی ایزد امان بی‌طرف نبودید و ما را اویلهی و خیش تبار نزدیکان یکی ذات امان را دستگیری نمودید و صدا بلند کردید. آیدی غیر قانونی را بودند و نسبت یکی ذات امان پرونده جنایتی آغاز نمودند. از شما در این حالت مینداری خود را بیان می نمایم. و پیام دیگری من این است که وقتی آخر ما را سخت گرفتند و سخت تنقید کردند که در کجا کارمندان مرکز تاجیکان و چرا از قضیه عزت امان سخن نمیگویند. با سهم شما میرسونم که ما همه در کار بودیم و ما در حقیقت هرچند که صدا بالا نکرده بودیم، ما با روح دیپلماتی در قضیه یکی عزت امان کار و فعالیت داشتیم. با همکاری مرکز یا که تیم مرکز تاجیکان در شهر مسکو حمایتگران و در شهر دوشنبه برای یکی ذات امان حمایتچیان تشکیل کرده شدند که اونها از حقوق و منفعت یکی ذات امان حمایت کرده ایستادند. و برای همین روزهای اول ما خاموش بودیم، چون که ما با راه دیپلماتی و کارهای خود را در دایره چارچوبه قانونی که معین کرده است با پیش برده بودیم. پیام دیگر خود ما در اون موضوع گفتنی هستم که چطوری که ما میدونیم 25 مارت سال جاری اکی ذات امان از طرف شخصان نامعلوم در حدود فدراسیون روسیه دستگیر کرده شد و با تاجیکستان استرداد کرده شد. چطوری که ما میدونیم از خبری وزارت کارهای داخلی اکی ذات امان 25 مارت در شهر دوشنبه دستگیر کرده شد و نسبت او پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 آغاز کرده شد. گفتنی هستم که ماده 247 قسم 4 به کاتگوری جنایت های اقتصادی وارد می شود و در حالتی برقرار نمودن ضرر نسبت اکی ذات امان جزا در نمودی از آزادی محروم کردن تطبیق کردن نمی شود. و همه ما می دونیم که اکی ذات امان در فدراسیون روسیه با مهاجران و با آن شخصانی که با اکی ذات مراجعه میکردن و با مرکز تاجیکان مراجعه میکردن کمک خود رو دریغ نمیداشت، یاردن میکرد. و برای همین وقتی رسیده است که ما و شما هم با اکی ذات امون یاردن کنید. چطوری که ما میدونیم در دوشنبه با موده 247 نسبت اکی ذات پرونده جنایتی آغاز کردن و شخصانی پیدا شدن که گویو اکی ذات با آنها ضرر رسانیده است و میخوام قای کرده که این ضرر در درونی نخونک میباشد، چون که ما همه خوب میدونیم که این عیبنامه ها که نسبت اکی از ذات آزیر پیشنهاد شده است یگان اساس ندارد. و برای همین ما کوشش کرده استودیم که با اکی ذات یا که خانواده اکی ذات برای پرداخت نمودن این ضرر کمک نماییم. و حالا تیمی مرکز تاجیکان با کمک شما محتاج است و ما از شما خواهش میکنیم که شما هرچند که صدا بلند کردید در این قضیه ما رو دستگیری نمودید، ما میخوایم که شما با ما کمک مالی هم رسانید کسی چقدر میتوانید. و در زیر این نوار رقمی کارتی بانکی رو میبینید که با این کارتی بانکی با من تعلق دارد و با خانواده اکی ذات امان اویدی موندن این کارت هماهنگی شده است. و برای همین هر یک تینی که شما با این کارت میگذارونید برای پرداخت نمودن ضرری که گویا که اکی ذات امان رسانیده است با جبریده ها پرداخت کرده میشود تا که اکی ذات از آزادی محروم کرده نشود.
و برای این از شما خواهش می نمایم که کسی چقدر می تواند کمک خود رو دریغ ندارد تا که ما کمک خود رو به خانواده و در قضیه که عزت به خود عزت همون کمک نماییم. و پیام دیگری من آن است که پگو 9 اپریل در سودی ولایت مسکو قضیه هوایدوی غورامر یعنی پرونده جنایتی هوایدوی غورامر بررسی کرده می شود. ساعت 13:00 تعیین کرده شده است و از شما خواهش میکنم که کسی امکان داشته باشد با نزد سودی ولایت مسکو آمده پدری هوایدو رو دستگیری نماییم، دبرش هستیم تا خود رو تنها حس نکند و جای اکی ذات همون رو خالی نگذاریم، چونکه ما همه باید در خدمت مهاجران باشیم و در حالتی در وقتی وزنینی دستگیری نماییم همدیگر رو. برای همین کسی که میتواند خواهش میکنیم پگا به سودی ولایت مسکو بیاید، شخصا بنده در اونجا حضور مینمایم تا پدری هوایدو رو دستگیری نماییم و با گویم که اشتراکچیان دیگر مرافع سودی نشان دهیم که پدر هوایدو در این قضیه تنها نیست، هوایدوی غورامر رو ما فراموش نکرده ایم و کوشش می نماییم که آن جنایتکاری که هوایدو رو به قتل رسانیده است جزای سزاوار بیند. و برای همین امیدوارم که با شما پگاه در نزد سودی ولایت مسکو وا می خوریم. رحمت کلان دوستان، تا دیدار فردا در نزد سودی ولایت شهر مسکو وا می خوریم.